این خاطرات مشرف نفیسی آدم خیلی جالبیه. اولا خیلی تحصیلات عالی داره، از خانواده نفیسی است. این پدرش ناظم الاطباست که طبیب مهم داره و یک چیزم نوشته، هم طبیب مهمیه هم یک دارالمعارف‌طوری مهمی نوشته. بسیار فامیل با سوادی هم که خب سعید نفیسی هم مثلا بردرزاد است، حبیب نفیسی بوده که مثلا تکنیکوم رو تأسیس میکنه، یکی از نفیسی های دیگه سرپرست محمد رضا ولی عهد وقتی در سوئیس درس میخونده. مشرف نفیسی هم تحصیلات عالی داره، دکترا داره، ولی با هیچکی نمیسازه. این خاطرات مفصل نوشته ولی همه جا این آخر سر چیز میشه، با دشمنی و قهر و دعوا و مرافع از همه جا خلاصه چیز میکننش، یعنی نمیتونه دوام بیاره تقریبا. اما خیلی آدم بدبینیه، خیلی نسبت به شاه وقت در این حالی که شاه دائم میبینه باش صحبت میکنه، اینطور که میگه مشورت میکرده، ولی خب کلی هم بعد بیرا میگه از شاه. یه آدم خیلی خاصیه که میگم خیلی با اون سواد و علمی که داره پیشرفت نمیکنه، ولی این کسی است که سازمان برنامه رو اتفاقا کسی نمیدونه، کمتر میدونن، سازمان برنامه رو این اول چیز میکنه، تاسیس میکنه، بیمه ایران رو این تاسیس میکنه و این هتل معروف اصفهان رو این میره میسازن، هتل شاه عباس و عباسی امروز که خب یه هتل خیلی خاصیه دیگه، این میسازه و خب توضیح میده تو خاطراتش که فکر میکنه که باید اصفهان یه هتل خیلی مجلل داشته باشه چون این همه توریست میره و مسافر و اینا، و این هتل رو ایشون چیز میکنه. اینی که یه کارایی کرده، ولی کلا خاطراتی است که خیلی ها اتفاقا اگه مخالف اون زمان شاه باشن این کتاب دوست دارن بخونن، اگر برعکس باشن از این کتاب بعدش رو میاد، چون میگم خیلی انتقاد از شاه داری، خیلی، در این حالی که دائما میگم باش مشورت میکنی. گفتن آدم انگلیس هست ولی نه، نیست، با انگلیس هم بده، اصولا آدم خاصیه. خب میدونید خاطرات یه مسئله داره دیگه، همون مسئله کل تاریخ نگاری که بالاخره تاریخ شفاهی همونه، چه فهم میکنه با خاطرات. من یه چیزی به شما میگم چون دلم میخواد بگم دیگه، میدونی شما یه مورخ باید تشخیص بدی که این حرفایی که ایشون میگه یا مینویسه با عنوان خاطرات با چه ارزشی داره یا کجا حساب میشه و من با چی کار کنم باش. یعنی این آدمی که میگم من خیلی این کتاب رو عمیقا خوندم، مقدمه خیلی هم زحمت کشتم رو مقدمه، واقعا این آدم هم شخصا هم میشناختمش، دیده بودمش، دوست بود با خالم، ولی نمیتونم بگم چه جور آدمیه با اینکه خب خیلی عمیق خوندم خاطرات. باقر کاظمی اصلا شخصی خیلی دوست داشتنیه. میدونید شما وقتی با یکی کار میکنید، راجع به یکی کار میکنید، یه جور علاقمندم میشید بهش. باقر کاظم خیلی شخصیت دوست داشتنیه، آدم خیلی محجوبیه به ظاهر، به نظر من خیلی وطن دوسته، زحمت کشه، تحصیلات خیلی خوب میکنه، بعد این وزارت خارجه کار میکرده و یکی از پست هایی که بهش میدن میفرستنش به امریکاست، و چطور میره به امریکا و اونجا مثلا تمام مدت که کار میکرده تحصیل میکنه، حقوق میخونه، بعد چقدر این مثلا علاقه داره به این که ایران پیشرفت کنه، چقدر این هر جا میرفته فوری عکس مینداخته، فوری یادداشت میکرد که این مثلا مسجد چطوره، این مال کی بوده، کی ساخته شده. یه آدم خیلی خاصیه. دوره مصدق یه دوره وزیر خارجه است ولی مزول میشه،
اون تیکه زیاد مبهم، یکم مبهمه، برای اینکه این پنج جلده، دو جلد ظاهرن ما اونطور که شنیدیم از آقای داوود کاظمی برادرش گفت دو جلد دیگه هم هست، منتها دست ما نیست، یعنی وقتی به ما تحویل داد پنج جلد داد، ما پنج جلد داد. این اون قسمت وزارت خارجه داره مصدقش زیاد روشنیست، ولی پستای دیگهش رو خیلی قشنگ توضیح میده کجاها رفته، خیلی خیلی خاطرات خوندنیه، خیلی اطلاعات جالب داره. مثلا سفرش به امریکا اصلا خوندنیه که با چه مکافاتی، ما با زن و دوتا بچه، یکیشون نوزاد، یه خانومی که از زیر مثلا چادر در اومده حالا داره میره امریکا ماموریت، میدونید خیلی خیلی خوندنیه. یه تیکه داره، من اصلا هر وقت این تیکه یادش میکنم مثلا یه حالا چیزی میشه. اینو دوره محمد رضا بعد از مصدق حبسش میکنن، بعد تبعیدش میکنن به، اگه اشتباه نکنم، بوشهر، یه جای خیلی بد آب و هوا. بعد خب این خیلی گرمه، پنجرش وازه تو زندانه، میگفت همسایه ها رادیو رو بلند میکردن که من بشنوم، که اخبار رو بشنوم، موسیقی گوش کنم، این و برام میوه میفرستادن. آدم احساس میکنه که خب مردم میدونید حس میکردن که خب این بالاخره وطن خواهی، وطن پرسته، دوست دوره مصدق بالاخره صدمه خورده، بعد از اون که زندان میکنن اینم زندانش میکنن یه مدت. خب نصرت الله که پسر فرما فرماست، که یه توضیح من دادم راجع به فرما فرما، پسر بزرگ فرما فرماست، فیروز نصرت الله، و یه مقدارم اسناد ایشون باقی موند. نصرت الله یه سفر با همراه احمد شاه در بعد از جنگ جهانی اول، یکی از عاقدین اون قرارداد معروف، قرارداد 1919 است که نصرت الله با همراه احمد شاه میرن به اروپا برای شرکت در، هم احمد شاه مسافرت میره به اروپا، وزیر خارجه خودش هم نصرت الله رو میبره. اون موقع جنگ تمام شده و یه قراردادی در ایران منعقد شده بین انگلیس و ایران که عده خیلی مخالفن، خیلی، و زمانی است که وثوق الدوله نخست وزیره. حالا نصرت الله با احمد شاه، و نصرت الله میدونید احمد شاه یعنی عمه، پسر عمه نصرت الله است اصلا احمد شاه، یعنی فامیل نزدیکن. به هر حال میره به همراه احمد شاه به خارج برای اینکه با لورد کرزن وزیر خارجه انگلیس مذاکره کنه بر سر این قرارداد. قرارداد امضا شده ولی شرایطش خب مشخص بشه دقیقا با چی کار کرد. نصرت الله خب این سفر با احمد شاه میره و خب موفق نمیشه اصلا. کرزن که اصلا کوتاه نمیاد، برای اینکه ایرانی ها با این قرارداد، حالا این قرارداد خیلی سابقه تاریخی، یعنی خیلی دربارش صحبت شده و نوشته شده که چه قرارداد بدی بوده که ایران فروختن، پول گرفتن از انگلیس ها و غیره و غیره، ولی قرارداد یه شرایط داره که تقریبا هیچ وقت نمیگن که این شرایط قرارداد از این قراره که ایران یه قرض بگیر از انگلیس 200,000 لیره، قشون و مالیه رو هم بده در دست انگلیس ها اونا اداره کنن، یعنی این قرار داده. ولی در برابر این قرارداد ایران از انگلیس ها میخواد کمک کنن که در پایان جنگ عثمانی از بین رفته، روسیه انقلاب شده و ایران یه ادعایی داره بر قسمت هایی از خاک ترکیه و ترمیم مرزهای ایران، که انگلیس ها خب جالبی اینه که این شرایط رو در قرارداد نمی گنجونن، جزو به اصطلاح دوتا تبصره، یه تبصره دیگه هم ادعای غرامت جنگی، برای اینکه تمام شمال ایران، غرب ایران تو جنگ توسط ترک ها و روس ها و جنگ ها و جنگ آلمان ها و ایرانی ها خلاصی تخریب شده، یه غرامت از ترک ها و روس ها میخوان یا انگلیس ها. خب این دوتا شرایط به طور تبصره و هیچ وقت هم صحبت این چیز نیست توی کتابایی که نوشته شده، این دوتا تبصره. حالا در هر حال نصرت الله با احمد شاه میره چندین بار با کرزن در انگلیس ملاقات میکنه، برمیگرده ایران،
ببینه همیشه صحبت اینه، خیلی منابع که این درست قبل از کودتا است که نصرالدوله میخواست کودتا کنه. من کاملا مخالفم، چون اسناد دیدم، من هم اسناد انگلیس ها رو دیدم، هم نامه های خودش خوندم. اصلا این نیست، انگلیس ها اصلا با نصرالدوله زیاد میونه ندارن و به خصوص اصلا انگلیس ها باش یه جور این لحظه دشمنی دارن. حالا در هر حال برمیگرده ایران، وقتی کودتا میشه که رضا خان و سید ضیا کودتا میکنن، یه عده‌ای رو زندان میکنه دیگه، چیز سید ضیا از جمله فرمانفرما، نصرالدوله، برادر دیگه‌اش سالار لشکر و عده‌ای از رجال، سه ماه اینا زندانه. بعد از زندان که در میان، نصرالدوله اول یه مقاله مینویسه که بیان حقیقت، که از طرف تمام اونا که زندان بودن و حمله به انگلیسا که اینا کودتا کردن، که خب انگلیسا هیچ وقت اظهار نمی کردن که بانی کودتا بودن. به هر حال این باش انگلیسا چپ می افتن و یه دوره، البته دوره که رضا خان به سلطنت می رسه، نصرالدوله با این که قاجاره تو کابینه هم سردار سپه و بعد از سردار سپه تو کابینه وزیر مالیه است که رضا شاه میده میگیرنش و اول یه سال خانه نشینش میکنه، بعد به عنوان جرم ارتشا رشوه گرفتن اینا 4000 تومان محاکمش میکنن، دفاع از خودش میکنه ولی زندانش میکنن. و این زندان خیلی مهمه، یه خاطرات زندانم نوشته که خب خیلی سخته برای یه آدمی که، البته یه زندان قبلا هم زندان سید ضیا رفته بودی، دلی برای یه شاهزاده قاجار که بیفته زندان. البته بعد خیلی طولانی نیست دوره زندانش، با یه جیبور اونجا آشنا میشه و داستان بامزه است زندانش. حالا به هر حال در میاد زندان، البته دیگه هیچ وقت کار دولتی که بهش رجوع نمیشه، خانواده‌اش هم خب خیلی صدمه میخوره از این جهت. ولی 3 سال بعد رضا شاه دیگه این دلیل نداره، این دفعه اصلا اینو میگیرن میبرن سمنان و به قتل میرسوننش، یعنی نصرالدوله رو رضا شاه میره میکشن. که بعد از رفتن رضا شاه اصلا عده‌ای رو که اون موقع کشته بودن محاکمه میکنن، میدونید، یعنی اینا میرن وکیل میگیرن، عده‌ای هن که اون اشخاصی که مسئول بودن رو محاکمه میکنن، که محاکمه به جایی هم نمیرسه. ولی نصرالدوله خب خیلی زندگی، خیلی هم جوان فوت میکنه، یعنی 50 چند سالشه که کشته میشه، خفش میکنن. و عموی مادر من بود، مادر من میگفت، گفته بودن که اصلا صدای گریه بلند نشه از خون، که برای اینکه قصر رو خونه فرمان هم جوار بوده، مبادا صدای گریه بلند شه، که اصلا خیلی بی سر صدا. خلاصه زندگی تراژیکیه، ولی البته خیلی هم فوش خورده در توسط تاریخ نگارها به خاطر قرارداد. ولی اسنادش، به خصوص اسناد سفارت فرانسهش، میگم سفارت سفر به اروپا با احمد شا، اون سندار که من چاپ کردم و ما جز اون اسناد یه سری ادعای ایران از شرکت نفت که وقتی که جنگه شرکت نفت انگلیس انگلو پرشن پول ایران نمیداده، یعنی که مقرری که باسی به ایران بپرده، که نصرالدوله وقتی میره وکیل میگیره و دعوا میکنه با شرکت نفت انگلیس. یه اتفاق دیگه هم میفته که جالب توجه، روس ها به خاطر این قرارداد شوروی، حالا دیگه روسیه انقلاب شده شوروی، یه قوا پیاده میکنه در انزلی، قوای نیروی دریایی، یعنی با یه نیروی نظامی پیاده میکنه در انزلی، که اینا میان با میرزا کوچکخان هم دست میشن و تقریبا تهران رو خواستن بیان تا تهران رو بگیرن، یه همچی چیزی. البته خب نمیکنن این کارو، ولی اولین شکایت ایران بعد از جنگ جهانی اول، یه جامعه ملل تشکیل میدن، تشکیل میشه مثل سازمان ملل، ولی اون موقع جامعه ملل میگفتن، تازه تازه کار بود. اولین شکایتی که به جامعه ملل میشه توسط نصرالدوله است به چیز
به جامعه ملل علیه روسا، که آقای حسین علا هم جوان اون موقع جزء دلگیشن، جزء هیئت ایرانیه که در اروپا است، و اون هم اونجاست، همون شخصی که بعداً سازمان ملل برای تخلیه نکردن آذربایجان بعد از جنگ جهانی دوم به سازمان ملل شکایت میکنه. اینم یه نکته جالبیه که پیش میاد، یعنی دو دفعه اول که شکایت هم به جامعه ملل میشه هم به سازمان ملل، ایران شکایت میکنه، هر دو دفعه هم از دست روسا شکایت میکنه. ببینید این نامه ها خیلی خیلی جالبن، مراسلات تهران اینا رو یه خانم ناهید انتخابی به من دادن، مال خانوادشه، ولی نمیدونستن که این مرزا حسین خان کیه یا چه نسبتی با خانواده ایشون داره و کی بوده. تعداد 100 خورده نامه است که اینها رو یک مرزا حسین خان که در سفارت مرزا حسین خان در حکومت کاشانه، یه فامیل داره مرزا حسن خان که در سفارت انگلیس در تهران کار میکنه دوره ناصرالدین شست، اون وقت مرزا حسین خان که در کاشانه پول میفرستاده برای مرزا حسن که براش زمین بخره، خانه بخره، مبل اساسی فرنگی بخره. درست وقتی است که انگلیس ها دارن میان به ایران امتیاز بگیرن، امتیاز بانک رو بگیرن، امتیاز نفت رو بگیرن، امتیاز بگیرن، و درست این موقع است که سفارت انگلیس، همین سفارت الان ساخته شده یا دارن میسازن و دورور زمین ها داره گران میشه. و این خیلی جالب از این جهت که میرزا حسن این زمین ها رو میبینه، خونه های اطراف و اینها رو میبینه، و برای میرزا حسین که میخواد حقوقش رو در تهران یه چیزی بخره، مستقل بخره در واقع، اطلاعات میده که اگر این خیابون اینطوره، اون خیابون اونطوره، اون خیابون جدیده دارن میکشن، نمیدونم. وقتی مثلا نکته جالبی داره میگه که اطراف سفارت روس اون موقع اینجا نبوده و یه محل دیگه است در اودلاجان یمانه، اطراف سفارت روس اگه خونه بخری، اگه صدای بچه بلندشن مثلا شما را از اونجا بیرون میکنن و یه چیز اینطوری، خلاصه اطلاعات اینطوری داره. ولی خیلی خیلی نکات جالب داره، چون میرزا حسین خان در کاشان مثلا می نویسه بر من کارچنگال بخر، بعد میرزا حسن میره حراجی فرنگی، و وقتی میرفتن از ایران حراج میکردن جنساشون، کارچنگال میخره میفرسته میگه اینا خوب نیست، بعد میگه مگه تو در کاشان میخوای با کی معاشرت کنی که کارد چنگال خوب میخوای، بعد میگه بر من یه پیانو بخره، میگه پیانو پیدا نکردم یه ارگ برات میفرستم. اون وقت نکته جالب اینه که ادوارد براون، که میدونی ادوارد براون یک شخص خیلی مهمیه در تاریخ ادبیات ایران، برای که 4 جلد راجبه تاریخ ادبیات ایران نوشت و یک کتاب رو مشروطه، و خیلی ایران دوست بود، ایران شناس بود، تدریس میکرد، یه سفر میاد بره به کرمان و از کاشان میگذره. ما تو میرزا حسین خان مینویسه که این شب اومد، و براون هم نوشته که من شبی گذروندم، ارگ زدن، موزیک زدن. اینا نامه هاییست که توی اسناد فرما پیدا کردم، اینا نامه های خواهرشه به نجم سلطنه، خواهر ناصر فرما خواهر عبدالحسین، براش نامه می نوشت وقتی که عبدالحسین میرزا یه مدتی در دوره مظفرالدین شاه تبعید میشه، چون شلوغ بود دیگه، آدم پرسر صدایی بود، و مظفرالدین شاه با اینکه دامادشه میترسه ازش، بعد تبعیدش میکنن به عراق، و تقریبا 3.5 سال در عراق. اون وقت خواهرش براش نامه می نویسه و از اوضاع تهران می نویسه و کارهایی که کرده، کسایی که می بینه. ضمن این نامه ها خوب اطلاعات جالبی هم از دربار و از رفتار شاه، و چون اینا یه خواهرشون، خواهر نجم سلطنه فرما یکی از همسرای مظفرالدین شاهه که می نویسه که مثلا مظفرالدین شاه حالا داره میخواد بره سفر و نمیره همراهشو، من رفتم وساطت کردم. نجم سلطنه خیلی زن با قدرتیه، مادر مصدق سلطنه است دیگه، و اتفاقا جالبه برای اینکه خواستگاری میکنه از دختر
مظفرالدین شاه خواستگاری میکنه برای دخترش، برای پسرش، برای مصدق. مصدق حالا پسر جوانیه و از دخترش خواستگاری میکنه و نمیدن خانم فخر دوله رو، اشرف فخر دوله، میدنش به امین دوله. و نایب سلطنه اون نوشتن، کسی نوشته که تریاک میخوره، ولی خب انقدر نمیخوره که بمیره. بعدم براش دختر چیزو میگیره، برای مصدق، دختر امام جمعه رو. ولی این نکات اینطوری هم توی نامه ها هست دیگه. عنوانش رو به یک زن خیلی مقتدریه. و اول مقدمه من یه نکته اونجا چیز کردم که اینو از چیز گرفتم، از ویرجینیا وولف گمانم، میگه که اگر شکسپیر یک خواهری داشت، خواهر شکسپیر چی میشد؟ و من مثلا میخواست بره اونم تئاتر بنویسه و اینا، با کسی جدی نمیگرفتش و لابد. و منم خب این میگم، این نجم سلطنه خواهر فرم فرما هم یه زن مقتدر و قوی شخصیتیه، ولی خب کسی جدی نمیگرفتش. این عنوان مقنعه، زیر مقنعه کلاهداری کردن، این رو من از چیز گرفتم، از اعتماد سلطنه. چون اعتماد سلطنه یکی از درباری های ناصریه که کتاب داره راجع به زنان که ترجمه میکنه از ترکی، راجع به تاریخ زنها در تاریخ، زنهای مسلمان. و اونجا میگه که بودن زنانی که زیر مقنعه کلاهداری کردن، یعنی کارهای مردونه کردن، یعنی این به این دلیل این عنوان. اونو من ترجمه کردم، اون کتاب خودم میدونی اصلا تخصص من نیست اون دوره، ولی این به عنوان مدل که من گفتم همیشه فکر میکنم که برای دانشجو به اصطلاح اون که میخواد تاریخ کار کنه، یه مدل کار. این بیشتر این تاریخ بیحقی رو این خانم والمن یک سبک خاصی این زندگی بیحقی نوشته. من بیشتر با این نظر این کتاب ترجمه کردم. خودم خیلی چیز یاد گرفتم در اون باره حسنکی وزیر. آره راجب این ترجمه است. اینم کتاب خیلی خوبیه، خانم چیز نوشته، خانم شیرین خازنی نوشته. زندگی ها جمین و ضربه که خب زرابخانه تهران رو داشت، دادم خیلی مهمیه، یکی از تجار بسیار بسیار با اهمیت دوره ناصریه. و من ترجمه این کتاب رو یعنی انقدر مهم دونستم که ترجمه بشه، چون کتاب خیلی مهمیه. بعد زندگی امین و ضرب و اوضاع، برای اینکه خیلی هم اوضاع زمانه و اوضاع تجار اینا رو بحث میکنه. و اون وقت تجار در دوره ناصری هم خب نقش سیاسی داشتن دیگه، برای اینکه بعدن هم میبینیم تو مشروطه یکی از ارکان به اصطلاح مشروط طلب تجارن دیگه. اینا سندن. یک کسی یه روزی یک آقای اومد دم در، یک کتابچه خیلی داغون میفروخت، گفت این اگه میخواین من میفروشم، اگه میخواین اصلا شما کار کنید. من گفتم من میخرم. نگاه کردم دم رونوشت معاملات محضر شیخ فضل الله تو 3 سال رونوشت بود، به اصطلاح یک کپی از اصل. 150 تومن هم خریدم، البته خیلی سال پیش، ولی خیلی میارزید. بعد اینا رو ما کار کردیم. ببینید خب تمام انواع معاملاتی است که انجام میشد توی یه محضر، از طلاق، از ازدواج، از معامله خونه، فروش و خرید، فروش ملک، قرض، وکالتنامه، خیلی خیلی اطلاعات بی اندازه جالبی داره. اون وقت خیلی از زنها آدم اینجا میبینه که زنها خیلی جالبه، هم خرید فروش زمین میکنن، هم پول قرض میدن، هم خونه اجاره میده، هم خونه اجاره میکنه، تمام این کارها آزاده. تو طلاق، ازدواج، مهر، اینا هیچ چیز نداره، هیچ آزادی نداره. و تو این اسناد خیلی مشخصه که چیز علاوه بر خب اطلاعات دیگه ای که از انواع معاملاتی که تو این چیز
تو این محضر تو این 3 سال انجام میشه. اینه که به نظر خودم خیلی اسناد مهمیه و تاریخ اجتماعی دیگه که صحبت چه کرد. این هم یک کتاب جالبی بود. یه دفعه پدر من کسی یک مقدار دوتا تابلو میفروخ و یک کتابچه بزرگ تمام نامه بود مال میرزا قهرمان. اینو داد به من، منتها خوب اوراق بود، میدونیم پاره پوره بود وقتی که داد. به هر حال پدر من اینو خرید، من دیدم، بعد رفتم دنبال اینکه ببینم این امین لشکر کیه، میرزا قهرمان. اتفاقا آقای افشار یه خاطرات از امین لشکر چاپ کرده بود. این یه شخصیتی است که به اصطلاح توی چیز بوروکراسی دوره قاجار این مثلا رده بالا نیست، رده دومه، به اصطلاح کارمند دون پایه نیست، به اصطلاح کارمند درجه دوه، یا این تیپ شخصیتی. و خب خیلی اطلاعات جالب تو نامه ها هست، بیشتر در آذربایجان اونجا در خدمت ولیعهد، ولی نکات خیلی مهمی داره از اینکه این چطوری خودش رو سرکار نگه میداره، چطوری مثلا با خودش وابسته میکنه به شخصیت های بالاتر و با هدیه میده دائم، نمیدونم چیزی میخره براشون، یک کاری میکنه، بعد چطوری اگر اون سقوط کنه این هم سقوط میکرد. و خیلی این ارتباطات دربار رو خیلی قشنگ چیز میکنه، نشون میده. خیلی نامه های مهمی هست. این هم جز کتاب هست که هیچ جلب توجه نکرد، در صورتی که به نظر من خیلی کتاب پر ارزشیه رو کسی که بخواد رو آذربایجان کار کنه، دوره ولیعهدی مظفرعلی میرزا. به نظرم خیلی نامه های مهمی هست. این هم راجع مشروطیت، نسخه خطیشون با چاپ کردیم. این شخص محمد مهدی شریف کاشانی از علمای دوره مشروطه است، با شیخ با سید عبدالله بهبهانی نزدیکه. بعد تمام چیزها رو جمع میکرد، شبنامه ها رو که پخش میشد، شبنامه هایی که بین دست به دست میگشتن علیه مردم، علیه پادشاه، علیه نمیدونم رجال، شبنامه چاپ میشد، پخش میشد، تو خونه مردم مینداختن. این جمع کرده و این اهمیت کتابش خب اطلاعات خیلی با اهمیتی داره، ولی این شبنامه ها هم از جزو نکات خیلی مهم این کتابه که خودش هم میگم با بهبهانی نزدیکه. حتی یه جایی می نویسه من مجلس دوم به بهبهانی گفتم نرو مجلس، برای اینکه بهبهانی رو کشتن دیگه، کشته شد، بهش حس می کرده که در خطره. یعنی نکات جالبی داره این کتاب، به خصوص این شبنامه ها. یه روزی من یه رمان خوندم که اول از اینجا شروع، یه معلم انگلیسی ما داشتیم میشید که همیشه میگفت ادبیات ارزون قیمت نخونید، یعنی چه میخونید خوب بخونید. بعد من یه روز یک رمان خیلی، اصولا من خیلی رمان میخونم، حالا ها گوش میدم دیگه بیشتر، یه رمان خیلی بی خود بود میخوندم، گفتم خب من به این بدی که میتونم بنویسم. از اون به بعد همیشه فکر کرده بودم، فکر داشتم که یه رمان بنویسم. یه زمانی من یه مدتی رفتم امریکا، یه 5 ماه اونجا بچه هم گرفتاری داشتن، اونجا زندگی میکردم، رفتم یه کلاس گرفتم شبانه راجع به خاطره نویسی و به ما چیز میداد، تمرین میداد، مثلا میگفت برین یک روز نمیدونم آفتابی رو توصیف کنید، برین یه نمیدونم منظره رودخونه مثلا تمرین کنید، یه مذاکره. من که شروع کردم اصلا دیگه این ریخ یه جوری، اصلا نصف بیشترش هم خاطره هست، میدونست بیشتر زندگی خودمه. خلاصه این شد. یه چیزی بگم، تمام خاطره های من پاک شد، یعنی دیگه خیلی جالبه. بعد دوتا پیغام هم داشتم خیلی بامزه. یه دفعه خانم دانشور پیغام داد به این خانم بگین دیگه رمان ننویسه. یکی هم اون دیگه بامزه تر بود، این که خیلی بامزه نبود، یکی پیغام داد که این خانم چند سالشه. بعد اون آقا که بر من این کتاب رو چاپ کرده بود گفته بود این خانم مثلا 60 سالشه، گفته
خب نه بعد گفته ما خون باش آشنا شم چند سالش بعد که گفته بود 60 سالش گفته نه هم سلام من برسونید اصلا بونتان من اینطوری پیدا کردم یه کسی به من داد که صحبتش کردم اولین کتابمه بله که ترجمه انگلیسی فرانسه است آره یه ترجمه دیگه من کردم که اسناد سمینوه سمینو یه شخصیتی بود خیلی جالب آدمیه این دوره جنگ های ایران و روس یعنی دوره فتحعلی شاه میاد ایران از ژنرالایی است که در فرانسه که ناپلون شکست می‌خوره یه تعداد از ژنرال‌ها و اینا دیگه بیکار بودن و اینا موندن در فرانسه هم شاید خیلی راحت نبوده میرن در خدمت ترک عثمانی دمیان چند تاشون ایران سمینو از ایناست که میاد ایران یا مدت ایرانه و چیزم درس چیز میداد نظام میداد مثلا در جنگ هرات هم این بوده ولی امیر کبیر اینو بیرون میکنه از ایران سمینو رو به حس میکرد این جاسوسی میکنه احتمالاً جاسوسی هم میکرد نامه هاش هست که وقتی مینویسه نامه هاش از وقتی که اینو بیرون میکنن این ادعا داره که به من انقدر حقوق شما بده کار هستین ایرانی ها که نمیدن ظاهرم بشه یه حقوق کمتری میدن الان دیگه درست یادم نیست ولی بر میگرده سمینو و پسر یا پسرش بر میگرده ایران اصلا ایرانی میشه میمونه اصلا یه خانواده هست به نام خانواده سمینو که این اسناد و آقای بود به نام نصرالله سمینو که اینا رو داد مچاق کردیم یعنی یه خانواده در ایرانی میمونه ایرانی میشن و مسلمون میشه زن میگیره و ایران میمونه و این ولی این اون نامه هاییست که سمینو مینوشت که ادعای خسارت میکرد و پول میخواست از دولت ایران داستانش جالبه ببینید اینم جز اسناد فرمو فرماست که توضیح دادم فرمو فرما یه مقدار ما اسنادش پیدا کردیم اینا یه مقدار گزارشاتیست راجع به دهات اینا یعنی اینم در واقع هم تاریخ اجتماعی باز برای اینکه میدونید که رجال ایران اکثرا اونایی که خوب ثروتی داشتن ملک بود مستقلات به بعدها اصلا شد یه منبع درآمد و سرمایه گذاری بعدها که یعنی مثلا اوایل قرن بیستم قبلش ملکه کسایی هم که تو جامعه پول داشتن پول نقد تجار بودن اکثرا که خیلی از این چیز ملاکین بدهکارن به تجار اصولا این خودش یه مبحث جالبیه که حالا یه وقتی راجبش صحبت میکنم ولی این سیاق معیشت در واقع در باره دهات فرمانفرماست و پسرهاش چون فرمانفرما از خانم اولش که دختر مظفرالدین میرزا بود که بعدا مظفرالدین شاه شد خانم عزت‌دوله 6 تا پسر داشت که البته از این 6 تا پسر 4 تاشون فوت کردن تو در حیات خودشون یکی از انفلوئنزا مرد یکی از نخوشی 3 تاشون نخوش از نخوشی مردن نصرالدوله هم که کشتن حالا بماند این راجب این املاک که محصولش چطوره مثلا آفت چطور زده چقدر بدهی داره چقدر مثلا باید پول مالیات بدن مسائل اینطوری اینه که ما عنوانش گذاشتیم سیاق معیشت در واقع راجع به املاک و اطلاعات خیلی مهمی داره از نوع زراعت در این بیشترش هم املاک آذربایجان چون از ملاکین بزرگ آذربایجان